لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. مطالبی که امشب تهیه دیدیم، اگر خدا و چشم عنایت امیر مؤمنان علیه السلام باشد، احتمالاً مطالبی است که شاید تا حالا نشنیده باشید. به هر حال در قدم اول این مناسبت میمون و زیبا و خجسته را به همه شما برادران و خواهران و سروران حاضر در مجلس از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض میکنیم. انشاءالله امیدواریم جزء شیعیان شعوری و آگاهانه در مکتب اهل بیت باشیم و شیعیان شعاری نباشیم. موضوع سخنرانی ما این است که چگونه در تاریخ اسلام و در گذر زمان علی مظلوم واقع شد، و برای اینکه این مطلب در ذهن شما و برادران و خواهران خوب جا بیفتد، یک حدیث را از پیامبر اسلام از معتبرترین مصادر منابع روایتی برادران اهل سنت نقل میکنم و بعد جایگاه علی علیه السلام و ارتباطی که با پیغمبر داشت از زبان خود علی نقل میکنیم در خطبه قاصعه و خطبه 192 نهج البلاغه. بخشی زیاد از این خطبه را نکته به نکته میخوانیم تا ببینید که علی سلام الله علیه در پیشگاه پیغمبر چه جایگاهی داشته است، و بعد نتیجه گیری که چرا علی با این جایگاه اینچنین مظلوم واقع شد. و اما روایت: قیل یا رسول الله من تؤمر بعدک. اصحاب از پیغمبر پرسیدند ای رسول خدا، بعد از خودت کرا امیر ما قرار میدهی؟ قال ان تؤمروا ابو بكر تجدوه امینا زاهدا فی الدنیا راغبا فی الاخره و ان تؤمروا عمرا تجدوه قویا امینا لا یخاف فی الله لومه لائم و ان تؤمروا علیا ولا اراکم فاعلین تجدوه هادیا مهدیا یأخذکم بالصراط المستقیم. صلوات استاد عزیز ما حضرت آیت الله عظمای سید کمال حیدری وقتی این حدیث را تحلیل می کرد، از دید فقهی و اصولی و اعتقادی ایشان اینچنین می فرمود: فقره اول و دوم این روایت که اگر پیغمبر گفته باشد و ان تؤمروا ابابکر تجدوه امینا زاهدا و یا ان تؤمروا عمرا تجدوه قویا امینا لا یخاف فی الله لومه لائم، اگر پیغمبر اینو بعدا اینا اضافه نکرده باشد و چنین گفته باشد، این دو فقره برای ما حجت نیست. چرا؟ چون در علم حدیث، حدیثی زمان حجت قرار میگیرد که در مورد اون حدیث همه مسلمانان جهان اتفاق داشته باشد، یعنی اون حدیث را و این عبارت را و این روایت را هم شیعه هم سنی در منابع روایتیشون ذکر کرده باشد. چون این دو فقره در مصادر روایتی ما نیست، پس برای ما حجت نیست و کسانی که رو حجت میدانند خب عمل بکند. و اما فقره سوم: و ان تؤمروا علیا ولا اراکم فاعلین، اگر شما علی را بعد از من به امارت و رهبری و زعامت انتخاب بکنید، که می فهمم نمی کنید، ولا اراکم فاعلین، به نظر می رسد که شما این کار را انجام نمیدید. گویا پیغمبر از من اول می فهمید که بعد از او با علی چی می کنند. و ان تؤمروا علیا ولا اراکم فاعلین،
اگر علی را به زعامت و رهبری انتخاب بکنید که میدانم احساس میکنم که شما این کار را نمیکنید، اگر این کار را کردید چی میشود؟ تجدوه هادیا مهدیا یأخذکم بالصراط المستقیم. این علی هادی است، راهنما است، مهدی است و شما را به راه راست هدایت خواهد کرد. بر اساس علم اصول و بر اساس قاعده مفهوم مخالف و قرینه مقابل از این روایت این نتیجه را میگیریم بر فرض صدور هر سه فقرش از پیغمبر که اون دوتای اول مردم را به راه راست و صراط مستقیم هدایت نمی کرد. اگر اونها هم این قابلیت را داشت پیغمبر با از کس ابایی نداشت میگفت. پس در علی این خصوصیت هست که هادیا مهدیا یأخذکم بالصراط المستقیم، و علی صراط مستقیم الهی است که انسان را در مسیر صراط مستقیم هدایت و رهبری میکند. و از اینجاست که یکی از تفسیرهای این آیه مبارکه که در هر نماز میخوانیم اهدنا الصراط المستقیم تفسیر کردند که معنیش این است که صراط علی و اولاده. ولا اراکم فاعلین فقره سوم این روایت هست که پیغمبر فرمود اگر علی را به امارت و زعامت انتخاب بکنید که میفهمم نمیکنید، خب اینو میرساند که این علی بعد از پیغمبر مسلمان ها به او خدعه میکند، خیانت میکند و او را به رهبری و زعامت انتخاب نمیکند. پیغمبر گویا از قبل به علی خبر داده بود. ما وقتی در مورد علی علیه السلام صحبت میکنیم فضیلت یکی دوتا نیست، دریای مواج از فضائل و از مناقب و از صفاتی است که در هیچ کسی ما او را جز علی سراغ نداریم. کان اول العرب والعجم صلى مع النبي قبل ان تفرض الصلاه. این از خصوصیات منحصر به فرد علی است. اول انسانی بود در میان عرب و عجم که قبل از این که نماز به مردم واجب شود او و پیغمبر نماز میخواند. و کان حامل رایت النبی فی معظم الحروب ولم یفر مره واحده. علی این خصوصیت را داشت، از فضائل و مناقب منحصر به فرد علی این بود که در اکثر جنگ های پیغمبر و غزوات پیغمبر پرچم اردوی اسلام به دوش علی بود. ولم یفر مره واحده، حتی یک بار هم علی به جنگ پشت نکرد. در احد که همه بزرگان صحابه فرار کرد این علی بود که از پیغمبر دفاع میکرد. مسعودی مؤلف کتاب گرانقدر مروج الذهب یک جمله بسیار خوبی دارد که من بارها در ارتباط با حضرت امیر وقتی صحبت کردم این جمله را گفتم به دوستان. او یک فرمول میدهد به ما، میگوید برای این که ما برای صحابیان پیامبر فضیلت قائل باشیم، منقبت قائل باشیم، یک نقاط مثبت را باید در زندگی و مراعات بکنیم، ملاحظه بکنیم و پیدا بکنیم، بعد بگیم به این دلیل این آدم ارزش دارد. خب ارزش صحابی در چی بود؟ در ایمان، در جهاد، در تقوا، در پرهیزگاری، در دفاع از اسلام، در سبقت در اسلام. بعد مسعودی میگوید هر چیزی را که برای یک صحابی ما او را ملاک ارزش و فضیلت قرار بدیم وقتی بریم در علی او را مقایسه بکنیم میبینیم علی اون فضیلت را از دیگران نه تنها بلکه بیشتر دارد، بلکه در اون ارتباط هم چیزی دارد که دیگران ندارد. اگر ما مسئله ایمان صحابه را ملاک فضیلت قرار بدهیم، علی اولین کسی بود که در اسلام هرگز به بت سجده نکرده بود. هر چیزی را اگر جهاد را ما ملاک قرار بدهیم ببینیم که علی در هیچ جهادی نبود که علی فداکاری نکرد و بالاخره فتح نکرد. اگر اخلاص را ببینیم، اگر عبادت را ببینیم، هر امتیازی را که ما برای یک صحابه ببینیم، علی نه تنها او را دارد بلکه مسائل را دارد که دیگران ندارد. یک موجود این چنین نیست. یکی از دانشمندان فلسطینی که در سوئیس زندگی میکنه به نام شیخ ابراهیم عدنان ابراهیم دیروز وقتی من سخنرانیش را در ارتباط با علی علیه السلام گوش می دادم جمله زیبایی دارد. او می گوید که
هر انسان جوان مردی که اگر مسلمان هم نباشد وقتی به تاریخ را مطالعه بکند ذهنش مشوب و آلوده به چیزهای دیگری نباشد، وقتی تاریخ زندگانی علی را مطالعه بکند او در پایان این که تاریخ علی را میخواند اگر عاشق این علی نشود باید در انسانیت او ما شک بکنیم. علی این چنین موجودی است. امتیازات عجیبی دارد، ویژگی های عجیبی دارد که اگر ما بگوییم که علی جان کتاب به فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگور صفحه بشمارم، انشاءالله مبالغه نکرده ایم. و یکی از امتیازات انحصاری علی علیه السلام ارتباط نزدیکش با پیامبر است. ببینین در خطبه 192 که به نام خطبه قاصعه معروف هست، در بخش از این خطبه علی علیه السلام در ارتباط با پیامبر و اینکه با پیامبر چقدر نزدیک بوده است، خود علی این چنین سخن میگوید: ولقد علمتم، شاید این فقرات خطبه قاصعه را نشنیده باشید، برای اولین بار بشنوید، خوب دقت بکنید. ولقد علمتم موضعی من رسول الله بالقربة القریبة والمنزله الخصيصه. ای مردم، ای مسلمان ها، شما میدانید که در پیشگاه پیغمبر من چه جایگاهی را داشتم و با پیغمبر چقدر نزدیک بودم. وزعنی، از این قسمت خوب توجه بکنید، وزعنی فی حجره و انا ولد، پیغمبر مرا در پهلویش و در کنارش قرار میداد در حالی که من بچه بیش نبودم. آیا این کار را با دیگر صحابیان پیغمبر کرده است؟ یزمونی الی صدره، پیغمبر مرا به آغوشش میچسباند. و یک نفونی فی فراشه، و در بسترش مرا جای میداد. و یمسونی جسدو، بدن مبارکش را به بدن من نزدیک میکرد و میمالید و تماس میداد. و یشمونی عرفه، و بوی مطهر و رایحه مطهرش را به من میبویاند. و کانم یمزق الشیء، چون من کوچک بودم، طفل بودم، هنوز به سن رشد نرسیده بودم، هر چیزی را نمیتوانستم بخورم، پیغمبر چیکار میکرد؟ و کان یمزق الشیء ثم یلقمونی، پیغمبر غذا را میجوید، نیم جویده که میشد به دهن من میگذاشت، لقمه به دهن من درست میکرد. و ما وجد لی کذبتون فی قول ولا خطلتون فی فعل، پیغمبر هرگز از من دروغ کوچک و بزرگ را ندید و هیچ گونه لغزش در گفتار و کردار از من ندید. ولقد قرن الله صلی الله علیه و آله به ملدن ان کان فتیمن اعظم ملک من ملائکتی، هنوز وقتی که پیغمبر از شیر گرفته شده بود، اینجا علی جایگاه پیغمبر را در ارتباط با خدا بیان میکند، میگوید هنوز وقتی پیغمبر که از شیر گرفته شده بود، خدا چیکار کرد؟ یک ملک بزرگ را از ملائک های بزرگش را به پیغمبر موکل کرد. یسلک به طریق المکارم، که به پیغمبر راه های بزرگواری و مکارم اخلاق را یاد میداد و محاسن الاخلاق. ولقد کنت، بسیار جمله زیباست، ولقد کنت اتبعه اتباع الفصیل اثر امه، من چنان پیغمبر را در اون سن کودکی و زمانی که با پیغمبر بودم دنبال میکردم، قدم به قدم در جای پای پیغمبر قدم میگذاشتم، همانند متابعت و همراهی بچه شتر با مادرش. خب شمایی که فرزندان کوچک دارین، مخصوصا یک پدر بزرگ هستید، من خودم این تجربه رو دارم، فرزندان کوچک مخصوصا اونایی که پدر بزرگ هستن، وقتی نوه می آید این پدر بزرگ هر کجا برد این بچه ناخودآگاه مثل برای گوسفند دنبال شد. علی علیه السلام میگه من چنان پیغمبر را دنبال میکردم در سن کودکی، هر کجا او پا می گذاشت من پایم را جای پای پیغمبر می گذاشتم، همانند متابعت و همراهی بچه شتر با مادرش. شما این تشبیه است البته در متابعت و پیروی. شما دیدید شتر را مثلا به از حیوانات دیگر وقتی مادر جلو میرد، بچه قدم به قدم پای جای پای مادر میگذارد. علی علیه السلام خود را اینجوری تشبیه میکنه، میگه پیغمبر هر کجا گام میگذاشت من جای پای پیغمبر قدم میگذاشتم، همانند متابعت و همراهی بچه شتر که دنبال مادرش راه میرود. یرفع لی فی کل یوم من اخلاقه علما یا علما، هر روز پیغمبر از مکارم اخلاقش چیزی نو به من یاد میداد. یأمرنی و یأمرنی بالاقتداء به،
و پیغمبر با اون مکارم اخلاقی که به من یاد میداد مرا دستور میداد که اون یاد بگیرم بایش اقتدا بکنم. لقد کان یجاور فی کل سنه بحرا فاراه ولا یراه غیری. در هر سال چند ماه را چند مدت را در غار حرا وقتی که به عبادت میرفت اونجا با پروردگارش ارتباط مخصوص برقرار میکرد پیغمبر، فقط من پیغمبر را میدیدم و دیگران نمیدید. ولم یجتمع بیت واحد یومئذ فی الاسلام غیر رسول الله و خدیجه و انا ثالثهما. در روزهای آغازین بعثت پیغمبر در کل سرزمین عربستان و مکه اون روز جز یک خانه بیش نبود که اون خانه توحید بود، که اون خانه پیغمبر بود، و دو نفر در این خانه به خدا ایمان داشتند که پیغمبر و خدیجه بود، و انا ثالثهما و من سوم این دو نفر بودم. ارا نور الوحی، ارا نور وحی الرساله و اشم ریح النبوه. من نور و پرتو رسالت را می دیدم و بوی نبوت را استشمام می کردم. ولقد سمعت رنت الشیطان حين نزل الوحی فقلت یا رسول الله ما هذه الرنه. من فریادی را شنیدم موقعی پیغمبر به پیغمبری مبعوث شد، ولقد سمعت رنت الشیطان، من غریو و فریاد و صدای شیطان را وقتی که وحی نازل شد شنیدم. فقلت یا رسول الله، وقتی این صدا را شنیدم گفتم ای رسول خدا این صدا چیست، این داد و فریاد چیست؟ فقال هذا شیطان. پیغمبر فرمود این صدا، این داد و بیداد مال شیطان هست. چرا؟ قد ایس من عبادته، که دیگر مایوس شده است که مردم او را عبادت بکنند، پیروی بکنند. این جمله خیلی زیباست، انک یا علی جان انک تسمع و ما اسمع. علی جان تو اون چیزی را که من میشنوم میشنوی، چیزایی که انسان‌های عادی نمیشنود. انک تسمع و ما اسمع، تو اون چیزی را که من پیغمبر میشنوم تو میشنوی. یعنی گویا وقتی جبرئیل بر پیغمبر وحی می آورد، پیغمبر صدای جبرئیل را میشنید، علی هم میشنید. و ترا ما ارا، و اون چیزهایی را که من میبینم میبینی. الا انک لست بنبی، مگر اینکه فرق من و تو این است که تو پیغمبر نیستی. ولکنک الوزیر و انت لعلا خیرن، و تو وزیر هستی، خلیفه پیغمبر هستی، خلیفه من هستی، و بر مسیر خیر و صراط مستقیم هستی. خب برمیگردیم به اون جمله اول، که جمله سومی که در حدیث که احمد بن حنبل در مسند صفحه 537 و حدیث 895 او روایت کرده بود، که قسمت سومش رو گفتیم، برای ما هم حجت است، برای اهل سنت هم حجت است، که پیغمبر فرمود و این تو امرو علیا، اگر علی را شما به زعامت رهبری انتخاب بکنید، تجدو هادیا مهدیا یاخذکم بالصراط المستقیم. خب با این وضعیت یک اینچنین آدم استثنایی با اون خدمات شایانی که در گسترش اسلام و در تحکیم اسلام و پایه های توحید انجام داده است و اون غزواتی که شرکت کرده است، طبیعی است که با این انسان، با این موجود حساسیت هم وجود دارد. و اصولا این از سنت تاریخ است که در جامعه بشری هر مصلحی، هر کسی که بخواد جامعه را اصلاح بکند، انسان های مفسد بر علیه اون مصلح قیام میکند. خب طبیعی است که یک عده‌ای که یا پدرانشان، اقاربشان و بستگانشان در جنگ های اسلام با کفر با شمشیر علی به جهنم واصل شده بود، یا آنانی که همراهیشان با پیغمبر بر اساس محاسبات سیاسی و منافع شخصی بود و میفهمیدند که اگر علی که هادی است، مهدی است و صراط مستقیم هست، او زعامت جامعه را به عهده بگیرد، برای آنان چیزی نمیرسد، طبیعی بود با علی با کارشکنی شروع بکند، و آغاز مظلومیت علی از اینجاست. وقتی در سقیفه بنی ساعده به جای اینکه بیاین پیغمبر اکرم را غسل بدهند و مراتب و مسائل مراسم تدفین و تشییع پیغمبر را فراهم بکنند، پیغمبر را گذاشتن با اهل بیت، و تنها این علی بود که پیغمبر را شخصا غسل داد و ابن عباس به علی کمک کرد، دیگر هیچ کسی نبود.
آغاز مظلومیت علی از همینجا شروع شد. خب تا اینکه پیغمبر علی علیه السلام با اون وضعیتی که بود چند سال سکوت اختیار کرد و بالاخره به خلافت رسید و بعد اینکه تا به شهادت رسید. ما اگر بفهمیم که چطور چگونه علی در تاریخ اسلام مظلوم قرار گرفت، بازم به منابع و مصادر روایتی شیعه نباید مراجعه بکنیم. بریم از خود برادران اهل سنت از اونجا آغاز بکنیم که چه توطئه هایی در کار بود و انجام دادن تا علی را اینچنین مظلوم در تاریخ قرار دادن. خب دور نمی رویم. ابن ابی الحدید را اسمش را همه شنیدید. سنی شافعی معتزلی است. نهج البلاغه علی را شرح کرده است در 20 جلد. در جلد سوم صفحه 63 اینچنین می نویسد. من متن عبارت را می خواهم ترجمه کنیم. او می گوید، می نویسد واقعی که نقطه های آغازین مظلومیت علی از سقیفه شروع شد و در زمان معاویه به اوج رسید. چی کار شد؟ ان معاویه وضع قوما من الصحابه و قوما من التابعین على روایت اخبار قبیحه فی علی علیه السلام. میگه معاویه وقتی به قدرت رسید و سلطنت بلا منازع اسلامی به او رسید، چیکار کرد؟ آمد عده ای از صحابه را که تا اون زمان زنده بود و عده ای از تابعین را که صحابه، خب به کسانی میگن پیغمبر را با چشمشون دیده باشد، تابعی در اصلاح اهل حدیث به کسانی میگن که پیغمبر را ندیده باشد ولی صحابه را دیده باشد، به اون میگن تابعی، و تابعی به کسی میگن که تابعی را دیده باشد، صحابه را ندیده باشد، تابعی را دیده باشد و این تابعی باشد. ان معاویه وضع قوما من الصحابه و قوما من التابعین على روایت اخبار قبیحه فی علی علیه السلام. عده از صحابه را و عده از تابعین را گماشت، مأموریت داد، یک کمیسیونی درست کرد که اینا چیکار بکنن؟ اینا بیان در ارتباط با ذم و سب علی علیه السلام و ترور شخصیت این آدم که پیغمبر فرمود هادی مهدی یأخذکم بالصراط المستقیم، برای ترور شخصیت این آدم اقدام بکنند با جعل احادیث به دروغ از زمان پیغمبر. خب این طبیعی است که در مسائل اعتقادی توده مردم یا عوام الناس هیچ وقت دنبال دلیل نمی رود. امروز هم اگر شما یک مرجع تقلید را بشناسید ولو خودش را ندیده باشید، وقتی مسئول دفترش، نماینده دفترش، فرزندش، یکی از منصوبینش یک حرف بزند، بگید این حرف آقا را میگوید، ولی خود این منصوب آقا هست. مردم عوام و ناس زمان معاویه، کسانی که پیغمبر را ندیده بودند و شنیده بودند که اصحاب اینچنین جایگاهی دارد، وقتی میدیدند که اصحاب پیغمبر این روایت را در ذم و سب علی علیه السلام از پیغمبر نقل میکنند، عوام و ناس به شک نمیفتند، میگفتند خب شاید پیغمبر گفته باشد، ما که نبودیم که میشنیدیم که گفته یا نگفته. ان معاویه وضع قوما تقتز الطعن فيه والبراءه منه وجعل لهم جعلا. اون مثلث شومی که مرحوم شریعتی در کتاب علی علیه السلام میگوید که علی به وسیله یک مثلث شوم زر و زور و تزویر ترور شخصیت شد، این ریشه در اینجا دارد که میگوید ابن ابی الحدید میگوید معاویه عده ای از اصحاب را، عده ای از تابعین را گماشت، یک کمیسیونی درست کرد که کار اینها فقط جعل حدیث در ارتباط با ذم علی علیه السلام بود. و چی کار کرد؟ و جعل لهم جعلا، با اینا قرارداد بسته کرد که هر کی دروغ ترین و بی ادبانه ترین و قبیح ترین روایت را از زمان پیغمبر در ارتباط با علی نقل بکند که خوش من معاویه بیاد، من پول او را بیشتر میکنم. و جعل لهم على ذلك جعلا، رشوه، زر، زور، یرغب فی مثله، چنان مصرف را و مبلغ را بالا برد که ضعیف ایمانان ولو صحابی هم بودند دیگه در مقابل وسوسه این پول هم گفت نمی توانستند تحمل بکنند، خب یک چیزی می گفتند. منهم فاختلقوا معرضه،
این ضعیف النفس ها اونقدر حدیث جعل کردن در ذم علی علیه السلام و در سب او در طور شخصیت او تا معاویه از آنان راضی شد. منهم اربعه که از این کمیسیون جعل حدیث در ارتباط با ترور شخصیت علی علیه السلام، چهار نفر از سردمداران اصلی بود: ابو هریره، عمرو بن العاص و المغیره بن شعبه، و من التابعین عروه بن زبیر، از تابعین عروه بن زبیر و از اصحاب ابو هریره و عمرو عاص و مغیره بن شعبه. اینان سردسته دروغسازان و کسانی که در ارتباط با علی علیه السلام جعل حدیث میکردند در ارتباط با سب اون حضرت و ترور شخصیت اون حضرت، اینان سردسته بودند و هر کس دروغترین حدیث را جعل میکرد بالاترین مبلغ را میگرفت. به یک تکه تاریخی خوب دقت بکنید. یکی از صحابیان پیغمبر سمره ابن جندب هست. معاویه به او پیشنهاد کرد: تو که صحابی پیغمبر هستی، اگر در ارتباط با این دو تا آیه بگو که این آیه، آیه اول در ارتباط با علی است و اونان صحابی پیغمبر شهادت بده، و آیه دوم در ارتباط با ابن ملجم، و تو پول هنگفت میدیم. آیه اول چی بود؟ و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و الد الخصام و اذا تولا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل. این آیه در وصف منافقین است. خدا از اون بدترین حالت منافقین یاد میکند. معاویه به سمره بن جندب پیشنهاد کرد که اگر بگویی که پیغمبر گفت که این آیه در حق علی و در شأن علی نازل شده است، و آیه دومی که در ارتباط با فضیلت علی علیه السلام در شب لیلة المبید بود که نازل شده بود، که وقتی در بستر پیغمبر خوابید و خدا از آسمان این عمل را تایید کرد و فرمود: و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله، و بگویی که این آیه اون آیه که در وصف منافقین هست در شأن علی هست، و این آیه که در وصف علی هست بگویی در وصف ابن ملجم هست، به تو 100,000 درهم میدم. سمره قبول نکرد. گفت 200,000، قبول نکرد. گفت 300,000، قبول نکرد. گفت 400,000 درهم به تو میدهم تا بگویی که از پیغمبر شنیدم که روایت آیه اول شأن نزولش در ارتباط با مذمت علی است، و آیه دوم در ارتباط با ابن ملجم و قاتل علی. این چنین با بذله های بخشش های هنگفت و میلیونی، خب 400,000 درهم در اون زمان پول کم نیست. الان هم اگر شما 400,000 درهم رو به یورو تبدیل بکنید پول هنگفت میشود. 400,000 درهم معاویه داد تا یک روایت سمره بن جندب در ارتباط با علی علیه السلام جعل بکند و بگوید که آیه اول که در وصف منافقین هست در وصف علی است، و آیه دوم که در وصف علی علیه السلام است در وصف قاتل علی است. خب وقتی که این مسئله جا افتاد، گام دوم معاویه چی بود؟ باز ابن ابی الحدید در جلد اول صفحه 244 می نویسد: کتب معاویه الى عماله نسخه واحده، یک نامه متحد المعال به همه حکومتی که ساحه حکومتی خود نوشت به یک مضمون: بعد عام الجماعه. چی نوشت در نامه متحد المعال؟ ان برأت الذمه ممن روا شیئا من فضل ابی تراب. خونش پای خودش، یعنی هیچ مانعی وجود ندارد اگر کسی در فضل ابی تراب، در فضل علی علیه السلام، در بزرگی و منقبت او و در وصف او یک روایت نقل بکند، خونش گردن خودش. وقتی اینچنین سخت گیری شد، نتیجه چی شد؟ فقام الخطبا فی کل کورت و علی کل منبر یلعنون علیا. در هر ده و شهر و منطقه و جاهای دور و نزدیک و روی هر منبری در روزهای جمعه وقتهای نماز واجب، خطبا بالای منبر می رفتن، مداها، قصه گوها، قاری های قرآن و هر کی کار دینی می کرد چیکار می کردن؟ یلعنون علی، علی رو لعن می کردن. و یقعون فیه و اهل بیته، و به او و به اهل بیتش تهمت می زدن. و کان اشد الناس بلاء اهل الکوفه، مردم کوفه به خاطر که بیشترشون شیعه بودن بیشترین مصیبت رو مردم کوفه تحمل کردن. معاویه چی کار کرد؟ فاستعمل علیهم زیاد ابن سمیه. ابن زیاد را که در کربلا حسین را، مسلم ابن عقیل را به شهادت رساند و والی کوفه بود، ابن زیاد را که زمان کوتاهی والی علی علیه السلام در کوفه بود، او را مجددا و علی او را عزل کرد،
او را مجددا در کوفه والی قرار داد و بصره را هم ضم به کوفه کرد، چون او میشناخت عین کی است. و ضم الیه البصره و کانت تتبع الشیعه فقتلهم تحت کل حجر و مدر. ابن زیاد چون شیعیان علی را میشناخت تک تک و شخصیت های معروف را میشناخت در بصره و کوفه، چیکار کرد؟ فقتلهم تحت کل حجر و مدر، در زیر هر درخت و گیاهی وقتی شیعی را میدید بیدرنگ او را میکشت. و قطع الایدی، دست ها را برید، پاها را برید، چشم ها را کور کرد و بدن ها را بر شاخهای درخت خرما آویزان کرد. اونقدر سخت گرفت تا نتیجه چی شد؟ ان الناس الذين سموا اولادهم علی جعلوا حولوه مصاروا علی. کسانی که فرزندانشان را علی نام گذاشته بود از ترس این که گرفتار حکومت بنی امیه و ابن زیاد نشوند آمدن از ترس اسامی بچه‌هایشان را تغییر دادند، علی را کردن علی. امروز ما در علم حدیث و روایت عده‌ای از علما را می‌بینیم که اسمشون علی هست. وقتی تاریخ را مطالعه می‌بینید که اینا از اون کسانی بودند که در زمان سختگیری ابن زیاد و بنی امیه اسامی بچه‌هایشان را تغییر داده بودند، علی را کردن علی تا اینا را نکنن. و الا هر کسی که اسمش علی بود به بهانه‌های مختلف عمال رژیم اموی آنها را به قتل می‌رساند. این گام دوم. گام اول در سقیفه شروع شد، گام دوم معاویه با زر و زور و تزویر لعن علی را در میان جامعه اسلامی به یک چیز عادی تبدیل کرد. 60 سال چیزی کمی نیست از زمان کنارگیری امام حسن علیه السلام از خلافت تا زمان عمر ابن عبدالعزیز رضوان الله علیه، یک از خلفای بنی امیه، تا این زمان 60 سال می شود. در این 60 سال لعن علی به عنوان یک سنت در جامعه اسلامی رایج بود. هیچ خطیبی در روز جمعه خطبهش را جز با لعن علی به پایان نمی برد. هیچ سخنرانی سخنش را آغاز نمی کرد جز با لعن علی و توهین به علی علیه السلام. گام سوم، کتب الى عماله، باز ابن ابی الحدید می نویسد، معاویه به والیانش، به استاندارانش، به صاحب منصبانش نوشت: ان الحديث في عثمان قد فشا و كسر في كل مصر و كل وجه و كل ناحيه. چون دستور داده بود در ارتباط با عثمان، چون او خونخواه عثمان بود و به دروغ پیراهن عثمان را بالا کرده بود و دستور داده بود برای مظلومیت مصنوعی و ساختگی عثمان و فضیلت عثمان در هر کجایی که می توانید شما جعل حدیث بکنید، وقتی که به مرادش رسید نوشت: ان الحديث في عثمان قد فشا و كسر. دیگه در ارتباط با فضائل عثمان حدیث از بس زیاد شده نیاز نیست. فاذا جاءكم كتابي هذا فدع الناس الى روایت في فضائل الصحابه. وقتی این نامه و فرمان به شما رسید، شما دیگر در فضیلت عثمان دیگه سخن نگویید، جعل حدیث نکنید، بلکه در ارتباط با فضیلت مطلق صحابه شما از حدیث جعل بکنید و در ارتباط با فضیلت خلفای اول و دوم شما حدیث جعل بکنید. و لا تترکوا خبر یرویه احد من المسلمین فی ابی تراب الا و تأتون بمناقض لهم فی الصحابه. متوجه باشید که اگر پس از این همه سخت گیری و زبان بریدن و دست بریدن و چشم کور کردن، اگر باز هم یک مسلمانی مؤمنی پیدا شد که از در ارتباط با علی یک روایت را نقل میکرد، شما متوجه باشین که و به محض که شنیدید ضد اون روایت یک روایت در فضیلت صحابه شما جعل بکنید و باید روایت بکنید و یک روایت در طعن و سب علی علیه السلام. این است که علی اینچنین در تاریخ اسلام مظلوم واقع شد. بعد در ادامه این فرمان نوشت: فان هذا احب الی و اقر لعینی. میگه این نوشته کرد معاویه در ادامه نامش که این کار دلم را خنک میکند و چشمم را روشن میکند و دلائل و استدلالهای ابی تراب و شیعش را از بین میبرد. بعد آمدن این خطبا و قرا و مداها و سخنرانان چیکار کردن؟ در ذم علی
و در مدح دشمنان علی جعلی حدیث کردند. کار به جایی رسید که خب آمدن اولین فضیلت را در دنیای اسلام هرچی بود دادن به خلیفه اول. ببین از اینجا مزدیم علی رو خوب درک میکنید. در مرحله دوم خلیفه دوم، در رتبه سوم خلیفه سوم، بعد آمدن برای همه صحابه برای فضیلتشان یک احادیث را جعل کردن و علی را در اون رتبه سوم چهارم قرار دادن. یعنی علی هم ترازوست با خود معاویه، نعوذ بالله. علی با ابو سفیان، ابو سفیان که تا فتح مکه دشمن پیغمبر بود، ببینید در مصادر روایتی برادران ما در ارتباط با ابو سفیان چقدر حدیث است. نتیجه چی شد؟ که علی علیه السلام با که با پیغمبر اون ارتباط رو داشت، علی شد در تاریخ اسلام با ابو سفیان همتراز. اینجاست که علی علیه السلام میگوید الدهر انزلنی حتی یقال معاویه و علی. میگه روزگار اون قدر بر من جفا کرد، اونقدر مرا پایین آورد تا اینکه در مقایسه مردم وقتی مردم بگید علی معاویه، علی ابو سفیان، علی مغیره ابن شعبه. این بزرگترین مظلومیت علی علیه السلام است. خب نتیجه این کار چی شد؟ نتیجه این شد که نسل هایی که بعد از زمان صحابه به دنیا آمدن، اینان خب می دیدن که در منابر مسلمین، در مساجد مسلمین یک آدمی که ما ندیدیم و نمیشناسیم به نام علی هی سب بلند میشود، اینا خب ناخودآگاه همون تعقیب میکردن. و بعد بنی امیه اصولا خوب است این تکرار بدانید، دیگه سخنرانی رو به پایان میرسیم. اصولا یک اصطلاحی که امروز ما شما میشنویم به نام اهل سنت و الجماعه، این از اختراعات بنی امیه است. کی گفتن اهل سنت اهل جماعت و کی گفتن اهل سنت؟ سال جماعت سال رو میگن که دیگر علی علیه السلام به شهادت رسیده بود، امام حسن از خلافت کنارگیری کرد و با معاویه صلح کرد و معاویه شد حاکم بلا منازع دنیای اسلام. اموی ها آمدن این سال را سال جماعت نام گذاشتن، عام الجماعه. و بعد سنت چیه؟ این سنت سیئه و قبیحه لعنی علی علیه السلام به عنوان یک سنت در جامعه اسلامی اینا جان داختن و هر کس این مسئله رو تعقیب میکرد بود اهل سنت و جماعت. یعنی اهل سنت که دیگه علی را لعن میکنه و جماعت هم که در علی را از دیگران افضل ندانن. و هر کسی که اگر از علی علیه السلام یک حدیث را نقل میکرد یا قائل به افضلیت اون حضرت بر همه صحابه بود، میگفتن تو از سنت و جماعت خارج شدی. این است که علی علیه السلام با اون سابقه درخشان در تاریخ اسلام، اون جایگاه عظیمی که در پیشگاه پیغمبر داشت، در پیشگاه خدا داشت، در میان مسلمانان اینچنین مظلوم واقع شد. این که ما میگیم علی اولین مظلوم دنیای اسلام است، نه اینکه علی کم زور بود، نعوذ بالله علی مثلا غیرت نداشت، نه این نیست. علی را به اسم اسلام، با نام اسلام و با سرمایه اسلام ترور شخصیت کردند. ولی با همه اینها احمد بن حنبل به پسرش میگوید فرزندم برای بزرگی علی همین بس که دشمنانش هر قدر کوشیدند، هر قدر تلاش کردند که علی را و نام علی را و یاد علی را از میان مردم بردارند و از جعل هیچ حدیثی در سب و ذم و ترور شخصیت علی کوتاهی نکردند و دوستانش از ترس این که کشته نشوند برای او هیچ فضیلت نقل نکرد، ولی امروز میبینید که فضیلت علی و نام علی و یاد علی و بزرگواری علی دنیا را پر کرده است. بار دیگر این مناسبت زیبا را و همه شما برادران و خواهران تبریک و تهنیت عرض میکنم. ان شاء الله امیدوارم که جزء شیعیان حقیقی آن حضرت باشیم و آگاهانه از او پیروی بکنیم. باشه من دیگه دعا نمیکنم. گفتن دعا نکنید، خب ان شاء الله دعا اگر کسی فرمایش داره ما در خدمتتون هستیم. اینجا میان اینکه خب تشکر میکنیم از آقای معلم زاده تشریف آوردن امروز در این محفل با عظمت. الحمدلله در مجلس ما جوانان زیاد هستند، ممکن است جوانان سوالاتی داشته باشند. دیر باد آقای معلم زاده را گیر آوردیم. اگر دوستان سوال داشته باشند در حد یک ده دقیقه در خدمتشان باشیم، دوستان سوال کنند جوانان که آقا اینجا تشریف دارن. مکه بخودش میگی؟ سلام علیکم.
در رابطه با خانه خریدن در این ممالک، شخصی که بخواد خانه بخره متاسفانه پول سود میاسش، اون ربا میگن، تکلیف مسلمانان چی است در این زمینه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بر اساس فتوای حضرت آیت الله عظمی سیستانی اشکال نداره. در فقه للمغتربین این مسئله رو نوشته و اونجا هم فرموده است عبارت چیه که وقتی که پول رنت و قسطی که پس میدید به اون استنقاض بدید، یعنی جان خلاص کردن. ما از استاد ما حضرت آیت الله جواهری که حالا آمده بود رفتم خانه آقای تریهی، اونجا دیدنش چند سال پیش، گفتم خب این استنقاض چی معنا داره؟ خب استنقاض زمانی است که خب انسان یک کار انجام بده که مقدماتش در اختیار آدم نباشه. وقتی که میره بانک قرارداد امضا میکنه و بر اساس قرارداد با علم آگاهی قبلی و قرض میگیره، بعد این حضرت آقا میگه برای بنیت استنقاض، گفت فتوا همینه. خلاصه ما مقلد هستیم، فتوای ایشون این است که اشکال نداره، منتها بنیت رند نده، به عنوان استنقاض بده که فقه للمغتربین شما بخونید، اونجا هم همین عبارات رو به کار برده. تنها در قسمت خانه جوابش هست یا سوال در مورد خانه بود؟ تنها در خانه. فرزن مثلا شخصی بخواد یک چیز دیگه بخواد بخره، مثلا قسطی، اگر نیاز شدید داشته باشه، چیز مهمی باشه مثل خانه خریدن، همون حکم شاملش میشه. اگر که نه، خیلی چیز مهمی نباشه، ذوقی میره رنت میگیره. خیلی بحث. تشکر آقا. در جواب بر ما گفتن که تا وقت مستقر نشدی اجازه نیست. خب گفت نه، اگر مثل خانه ضرور باشه. بله مستقر. خب البته خب اون چیزی که در فقه للمغتربین نوشته مسئله استقرار نشه، اگر نیاز باشه مستقر. که خب مگر اینکه آدم اگر خب به هر حال اگر نیاز باشه برای تامین آینده چیز مستقر، معنیش نیست که به آدم هیچ چیز نباشه، روی سرک باشه. اگر که مصلحت ایجاب میکنه که به اصطلاح به هر حال به خاطر آتی خودش اولاداش که میخواد کار بکنه، اشکال نداره، من تا وقتی که رنت میته بنیاد استین خاص بده. اما بعضی وقتا جواب جوانا در این حالت قرار میگیرن، واقعا بعضی وقتا مستر میشن. یعنی خیلی از جوانا هستن که برای خانه نام نویسی کردن اما خانه نمیبره. اینا خانه رو مثلا قیمت خانه از 500 یورو یا 600 یورو حاضر به 1000 یورو خانه کرا کنه. خب دیگه وقت حکم را وقت مجتهد میگه، تطبیقش دیگه وظیفه مکلفه دیگه. اگر نیاز شدید باشه و بتونه خب نیاز داشته باشه با اشکال نداره، حالا مستر باشه یا نباشه، مهم است که اگر مصلحتی باشه، نیازی واقعا شدید باشه، درست است. آجی آقا میبخشین اگر خانه دوم باشه چطور؟ خانه دوم یا سوم؟ نه دیگه او دیگه سرمایه گذاری است، او دیگه خود یک خانه اجازه از خانه دوم دیگه اون به اصطلاح تجملی میشه. بله اجازه نه خواهد نه تو بخش نه یک سال داشتم همین خانه مثلا پول داده شه، پول خانه داده شه خمس هم تیز میشه دواز پول اخلاص شده باشه. بله خانه وقتی که با قسط خریده میشه، از قسط خلاص میشه، آره اجازه بده، هر مقداری که قسط میده و هر مقداری که مالی آدم میشه به او خمس متعلق میشه. بعد از 30 سال 40 سال وقتی که خانه تمام میشه، قرارداد و این خانه مالش میشه، خانه باید به نرخ روز قیمت شوه و یک پنجمش خمس متعلق خمس میشه و او رو باید خمسش بده. خوش این یک سوال دیگه، از ماشین چی رقمه؟ مثلا ماشین میخرین میمانه نه؟ از او هم به خمس میمانه وقتی او پس به فروش برانه؟ خانه و ماشین فرقش داره است که خانه را به تدریج پولش میده. بله. ماشین را اگر بره ماشین را به قسط بخره هم مثلا است. اگر که نه ماشین را یک دفعه بره پولش بده، خب باید پولی که بایش ماشین بخره خمسش داده شده باشه. بله. خانه یک کس سرمایه‌گذاری تجاری کنم مثلا نمیرسه. اگر مستر حساب میشه یا نمیشه؟ کسی که خانه خریده ولی در پولیش میخواد یک کار تجاری انجام بده، بازم بانک اعتبار میکنه برش قرضه میده که برای یک شرکت درست کنه، یک جای سرمایه گذاری کنه،
فتوای مشتری در رابطه چی هست؟ اینجا چون مسئله مسائل پولی و مسائل بانکی حقیقت چیزی که جواب گفتنش کار آسانی نیست. فتوای ما فتوای ما که اهل فتوا نیستم، فتوای خود بگم به شما. در این قسمت فتوای آیس استاندر مشخصا غیر از خانه جای دیگر سرمایه گذاری که جنبه ربا داشته باشه و ربح و سودی نباشه من ندیدم تا از طرفشون و از زبانشون من نقل قول هم نمیتونم بکنم که یعنی وظیفه هر کس باید مسئول خودش هست، خودش هست، باید از مرجع تحلیلش بپرسه که ما چه فتوای سرمایه گذاری میخوایم بکنم، اجازه هست یا نیست. خانه رو مشخصا جواب دادن پیش بود سلام علیکم. من یک سوال داشتم، چون که من خودم شطرنج خیلی دوست دارم و بازیش هم میکنم، ولی در سایت آیت الله سیستانی رفتم و اونجا نوشته بود که شطرنج حرام است، بازی کردنش یا نگاه کردنش، و سوال من این بود که چرا شطرنج حرام است؟ ایشان شطرنج را از آلات قمار میدونه و ولو حتی که برد و باخت هم نباشه و از اون نهایت حرام است. ولی امام خمینی رحمت الله علیه میگه چون که دیگه عنوان قمار از خارج شده با عنوان یک بازی فکری و سرگرمی فکری است، وقتی برد و باخت نباشه با عنوان یک تفریح فکری اشکال نداره. این سوال ها را اگر... سلام علیکم. علیکم سلام. آج آقا یک تعداد برادرهای ما این پولای خود را بردن در بانک های ایران گذاشتن به حساب مفاد. خب. که 20% برشان مفاد میتن. آیا این مفادی که میگیرن برشان سود میشه یا جاهای چی رقم است؟ اینجا دو تا مسئله است. یک مسئله قانون دولتی ایران است که دولت اسلامی است، خب اونا میدن دیگه مطابق حکم مضاربه، مطابق بعضی مراجع تقریر درش اشکال میبینه سود است. بله. خود افشا کردی بسمك العظيم 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 الجل الاكرم. يا الله 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 يا الله. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا صغيرنا وكبيرنا ذكرنا وانثانا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، وعجل اللهم في فرج مولانا صاحب الزمان، وبلغ ثواب سوره المباركه الفاتحه الى ارواح الاموات سيما الشهداء قبل الصلوات.